به هر دلیلی، من اصلا حق و ناحق و میگم اصلا ایناش نمیخوام بحث کنم الان. وقتی ما اجرا نمی کنیم و عمل نمی کنیم و پول در اختیار ما نیست، بانک خارجی در اختیار ما نیست، صندوق توسعه ما خالیه، نفت نمیتونیم بفروشیم، با بانک ها نمیتونیم رابطه خوب داشته باشیم به خاطر FATF، نتیجهش این میشه که سرمایه نیست. وقتی سرمایه نیست، طرحهای بزرگ رو نمیشه اجرایی و عملیاتی کرد. همین الان تو همین جلسه قبل از این بحث ما، آقای دکتر اردکانیان توضیح داد که 15,000 مگاوات طرحش آماده است، معطل فایننس، 16,000 مگاوات در دست اجرا الان داره اجرا میشه. خب حالا این 16,000 مگاوات، خب حالا یه جوری پولش تامین شده، در حال اجراست، داره اجرا میشه. 15,000 مگاوات دیگه آماده است الان، فایننسش باشه آماده است. تو همین طرحهای آب و برقی که تو همین سالهای اخیر تو دولت 12 بود، 4.5 میلیارد آماده بود، آماده سرمایه گذاری بود که این تحریم ترامپ آمد، خروج ترامپ، این همه اینا معطل شد، قطع شد. 4.5 میلیارد در طرحهای آب و برق ما عقب افتادیم به خاطر اینکه این رفقه. من این نکته رو به طور اساسی خواستم مردم عزیز ما مطلع باشن، چون هر حادثه‌ای که رخ میده در اون مرغی که سربریده میشه در عروسی و عزا، دولت، خلاصه میگن آه دولت خوب کار نکرد، مدیریت ضعیف بود، نمیدونم کارآمدی کم بود، کارآمدی زیاد بود، هیچ که نمیاد در اونجا توضیح بده که ریشه این مشکلات کجاست. حالا به نظر من FATF دست خودمونه، یعنی مربوط به داخل خودمونه. ما میتونیم فردا FATF حل بکنیم، روابط ما با بانک ها تغییر میکنه. به نظر من مسئله جنگ اقتصادی، ما در جنگ اقتصادی پیروز شدیم، مسئله تحریم باقی مونده، دست خودمونه، البته حالا یه بخشش هم دست دیگرانه، ولی اصل ما هستیم. میتونیم همین هفته میتونیم تصمیم بگیریم تمام بکنیم، میتونیم هم ادامه پیدا بکنه ماها، اون بحث دیگری هست.